پایان آزمایش‌های واکسن فایزر روی کودکان کمتر از 12 سال. شرکت‌های فایزر و بایونتک اعلام کردند نتایج بالینی واکسن کرونا آنها روی کودکان 5 تا 11 ساله حاکی از بی‌خطر بودن واکسن و ایجاد پاسخ ایمنی مناسب برای این گروه سنی است. طبق اعلام سازندگان واکسن فایزر، میزان دوز تزریقی برای این گروه سنی کمتر از دوز مورد استفاده برای سایر گروه‌های سنی است. قرار است به‌زودی اطلاعات مربوط به نتایج آزمایش واکسن فایزر روی کودکان 5 تا 11 سال به نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا، آمریکا و سراسر جهان ارسال شود تا واکسیناسیون کودکان کمتر از 12 سال نیز در اسرع وقت انجام شود. علاوه بر بزرگسالان، واکسن فایزر هم اکنون در چندین کشور به نوجوانان بالای 12 سال نیز تزریق می شود. آماری نگران کننده از افراد دچار زوال عقل در جهان. طبق گزارش سازمان بین‌المللی بیماری آلزایمر، هم‌اکنون بیش از 41 میلیون فرد دچار زوال عقل در سراسر جهان زندگی می‌کنند که هنوز از بیماری خود باخبر نیستند. متخصصان اعلام کردند تشخیص بیماری زوال عقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که درمان آن در مراحل اولیه شروع بیماری با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. شایع‌ترین نوع زوال عقل بیماری آلزایمر است. محققان در جدیدترین تلاش خود برای شناسایی زودهنگام آلزایمر یک تست کامپیوتری را توسعه دادند که میتواند آلزایمر را 5 سال سریعتر از روش‌های موجود شناسایی کند. زوال عقل یکی از بزرگترین چالش‌های سلامت در سراسر جهان محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تعداد افراد دچار این بیماری تا سال 2050 از مرز 130 میلیون نفر عبور کند. تولید قهوه آزمایشگاهی در فنلاند. یک مؤسسه تحقیقاتی در فنلاند با استفاده از سلول‌های گیاه قهوه موفق به تولید قهوه در آزمایشگاه شد. مرحله نخست برای تولید قهوه آزمایشگاهی کشت سلول از گیاهان است. به طور مثال، ابتدا برگ گیاه قهوه برای کشت سلول مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از مواد مغذی مخصوص سلول‌ها تکثیر می‌شوند. سپس سلول‌های کشت شده از گیاه قهوه به یک راکتور زیستی منتقل می‌شوند و در این فرآیند زیست توده استخراج می‌شود. در نهایت این سلول ها خوش شده و بو داده می شوند تا برای درست کردن قهوه مورد استفاده قرار گیرند. این مؤسسه هم‌اکنون نخستین نوشیدنی ها از قهوه آزمایشگاهی را تولید و اعلام کرده بو و طعم آن مانند قهوه های معمولی است. انتخاب محل فرود ماموریت جدید ناسا در ماه. آژانس فضایی آمریکا محل فرود ماموریت روباتیک خود به نام ماموریت وایپر به ماه را انتخاب کرده است. ماهنورد ناسا قرار است در سال 2023 در منطقه نزدیک به قسمت غربی دهانه نوبل در قطب جنوب ماه فرود آید. این گودال با پهنه 73 کیلومتری تقریبا به طور مداوم در سایه قرار دارد. ماموریت وایپر در راستای برنامه‌های ناسا برای اکتشاف ماه و به خصوص یافتن آب در این قمر به شکل یخ‌زده است. ناسا قصد دارد تا سال 2030 فضانوردان را به سطح ماه بازگرداند و پیدا شدن محل حضور آب یخ‌زده در این قمر می‌تواند علاوه بر تأمین آب آشامیدنی فضانوردان در تهیه سوخت راکت فضاپیماها نیز مورد استفاده قرار گیرد. سرنوشت تلخ مریخ برای داشتن حیات. دانشمندان ناسا در جدیدترین تحقیقات خود درباره سیاره مریخ از پی بردن به علت محو شدن آب سطح این سیاره خبر دادند. طبق اعلام ناسا برخلاف زمین مریخ دارای میدان مغناطیسی قوی نیست. همین امر باعث شده با وجود شرایط ایدال این سیاره برای به وجود آمدن حیات، تشعشعات کیهانی و طوفان‌های خورشیدی باعث از بین رفتن اتمسفر و آب جاری در این سیاره شوند. دانشمندان با توجه به عکسبرداری‌های ماهواره‌ای و تحقیقات مریخ نبردهای موجود در سطح سیاره سرخ اتفاق نظر دارند که این سیاره در زمان‌های بسیار دور مانند کره زمین دارای آب فراوان بوده است. در واقع مریخ در فاصله ای از خورشید قرار دارد که محیط این سیاره برای جاری شدن آب مایع در سطح آن و به وجود آمدن حیات را پشتیبانی می‌کند. اما در حال حاضر نشانه ای از وجود آب مایع یا حیات در این سیاره دیده نمی‌شود.